سلام، من نازنین معتمدی هستم. خوش اومدید به این برنامه 37 درجه. قراره تو این برنامه تا آخرش اگر تو سرمای پاییزی لندن یخ نزنم بهتون توضیح بدم که چطور میشه مطمئن بشیم که کشورهای پولدار همه واکسن‌های کرونا رو حداقل در یکی دو سال اول برای خودشون نمیخرن. واکسن کرونا با چه قیمتی به شما در ایران و افغانستان میرسه؟ و اگر ایران پول پیش خرید واکسن کرونا رو نپردازه، آیا نهادهای بهداشت جهانی واکسن رو در اختیارش قرار میدن؟ در ادامه برنامه، بالاخره مرغ رو باید قبل از پختن بشوریم یا شستنش برای سلامتیمون خطرناکه؟ آیا این درسته که اگه آدامس رو قورت بدیم سالها در دستگاه گوارشمون باقی میمونه؟ و چطور مشکلات زندگی رو تبدیل به فرصت کنیم؟ نزدیک یک سال از شیوع ویروس کرونا میگذره. در دنیا بیشتر از 60 میلیون نفر مبتلا شدن و حدود 1.5 میلیون نفر فوت کردن. ولی بالاخره چند ماه پیش خبر خوبی که ماها منتظرش بودیم از راه رسید. خبر موفقیت 3 واکسن به فاصله 1 هفته از هم اعلام شد. فایزر بیونتک 19 آبان، مادرنا 26 آبان و واکسن دانشگاه آکسفورد آسترازنکا 3 آذر. حالا سوال اساسی اینه که واکسن کی به دست من و شما میرسه؟ برای جواب دادن به این سوال باید حواسمون به چند تا نکته باشه. مهمترینش تقاضای جهانیه. الان تخمین زده میشه که حدوداً 7.5 میلیارد دوز واکسن لازمه برای اینکه 60 تا 70 درصد از جمعیت جهان واکسینه بشن. ولی چرا 60 تا 70 درصد؟ اگر یک واکسن بسیار مؤثر داشته باشیم اما فقط 40-50 درصد از افراد جامعه واکسن بزنن، به ایمنی جمعی نمیرسیم. بدون رسیدن به ایمنی جمعی ویروس همچنان گسترش پیدا میکنه. از طرفی تقاضا برای واکسن بسیار زیاده که ما رو میبره سراغ نکته دوم که ظرفیت تولیده. فایزر و بیونتک گفتن تا یک سال آینده 1.3 میلیارد دوز واکسن تولید میکنند. مدرنا قول تولید 1 میلیارد دوز رو در همین بازه زمانی داده و دانشگاه آکسفورد گفته 3 میلیارد دوز تا پایان سال 2021 تولید میکنه. چند میلیارد دوز رقم بسیار بالاییه. ولی نگاه کنیم ببینیم سازمان بهداشت جهانی در این زمینه چی میگه. تنها چیزی که ازش مطمئن هستیم این است که این ارقام کافی نیستند. حالا که ظرفیت تولید برای کل جمعیت دنیا کافی نیست، واکسن به دست چه کشورهای اول میرسه؟ واقعیت تلخ اینه که به کشورهای پولداری که تونستن قرارداد ببندن با کمپانی‌های تولید کننده واکسن و میلیون‌ها دوز رو پیش خرید کنن، مثل استرالیا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و بعضی از کشورهای دیگه. و این مسئله سازمان بهداشت جهانی رو به شدت نگران کرده. خطر واقعی اینه که در هجوم برای رسیدن به واکسن فقیرترین کشورها زیر دست و پای دیگر کشورها له بشن. اما برای اینکه این اتفاق نیفته یک راه حلی اندیشیده شده و یه سازوکاری را افتاده به نام کوواکس. سازوکاری که هدفش توزیع عادلانه واکسن بین همه کشورهای جهانه. یکی از دست‌اندرکاران این سازوکار دکتر حمیدرضا ستایشه که مهمون امروز برنامه 37 درجه است. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خیلی متشکرم از دعوتتون. میشه یکم در مورد کوواکس به ما توضیح بدین؟ کوواکس سازوکاریه که برای این تأسیس شد توی همین چند ماه گذشته که بشه دسترسی همگان رو به واکسن‌هایی که برای بیماری کووید 19 برای پیشگیری از عفونت‌های اون تولید خواهد شد فراهم بکنه. به این شکل که در واقع ما 3 تا سازمان کنار هم قرار گرفتیم. سپی سازمانی است که تولید واکسن رو تحت نظارت داره و سرمایه‌گذاری لازم رو توش انجام میده. سازمان جهانی بهداشت هست که اولویت بندی توزیع و این گواهی‌های لازم برای واکسن رو بهش نظارت میکنه و اتحادیه جهانی واکسیناسیون یا گاوی که مسئولیت تامین مالی و توزیع کلانش رو با همکاری شرکاش مثل صندوق کودکان سازمان ملل بر عهده داره. چند تا کشور عضو کوواکس هستن؟ ایران و افغانستان هم عضوند؟ در حال حاضر 187 کشور به عضویت کوواکس در اومدن. تقریبا عمده جمعیت دنیا رو در بر میگیره. 2-3 تا کشور بزرگ هستن که عضو نشدن، مثل ایالات متحده و روسیه، ولی تاثیر عمده‌ای در عملکرد کوواکس نخواهد گذاشت. شرکت‌های تولید کننده واکسن موظفن چند درصد از تولیداتشون رو توی سبد کوواکس بریزن برای توزیع؟ تولید کننده واکسن برای اینکه بخواد یه واکسن رو به مرحله تولید نهایی و مطالعاتش رو تموم بکنه یک سرمایه‌گذاری خیلی کلان لازم داره.
ما خیلی وقتا برای تک واکسن برای اینکه به بازار برسه میگیم 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داره هر واکسن. تولید کننده خیلی وقتا این امکان رو ندارن، نه پولش رو دارن نه امکانش رو دارن نه ریسکش رو میپذیرن، بخاطر اینکه خیلی وقتا این واکسن ها به مرحله نهایت بازار نمیرسه. در نظر داشته باشین که عمده تولید کننده‌ای که ما باشون صحبت میکنیم بخش خصوصی هستن، یعنی اینها هیچ کدوم دولتی نیستن به اون شکل، و بخش خصوصی نگاه میکنه ببینه که بازار براش وجود داره یا وجود نداره. حالا کوواکس به چه صورت عمل کرده؟ ما با اون 10 تایی که از طریق سپی سرمایه‌گذاری اولیه برای تایید و توسعه توشون انجام شده یه قراردادهایی داریم که اونها اگه واکسنشون به مرحله تاییدیه سازمان جهانی بهداشت برسه باید با یک شرایط این رو در اختیار مکانیزم کوواکس قرار بدن. هر کدوم از تولید کننده‌ها متفاوت هستن، ولی عمدتاً این مکانیزم به این صورت است که اول باید اون تولید کننده به خصوص اونایی که از کمک‌های سپی بهره بردن، از کمک‌های مکانیزم کوواکس بهره بردن، باید اول ارائه کنن بگن ما این مثلا 10 میلیون دوز، 100 میلیون دوز، 50 میلیون دوز رو داریم، آیا کوواکس می‌خواد این دوزها رو یا نمی‌خواد. اگه کوواکس گفتش که من الان احتیاج ندارم، من الان بازارش رو ندارم، من الان پولش رو ندارم، میتونن عرضه کنن به بازارهای خصوصی یا بازارهای کشورهای دیگه. همه تولید کننده ها اینطور نیستن، بعضی ها یک سری شرایط دارن، میگن که ما مثلا 100 میلیون دوز یا 200 میلیون دوزمون رو پیشاپیش فروختیم یا میخوایم بفروشیم و نمیخوایم این مکانیزم رو به طور کامل اجرا بکنیم. بنابراین هر کدوم از نظر حقوقی و قراردادی متفاوت هست. اما ببینیم اولویت دریافت واکسن در جامعه باید با چه کسایی باشه. سازمان بهداشت جهانی این اولویت بندی رو توصیه میکنه. تو مرحله اول از سبد کوواکس به اندازه 3% جمعیت هر کشور به اون ارسال میشه. اولویت اول با کادر بهداشت و درمان، بهیاران اجتماعی و افرادی هست که توی خانه سالمندان کار میکنند. تو مرحله دوم اندازه 20% از کل جمعیت کشور واکسن به اون تعلق میگیره. این بار افراد بالای 65 سال و کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن باید واکسینه بشن. و وقتی واکسن بیشتری تولید بشه و بیشتر در دسترس قرار بگیره، بقیه افراد در معرض خطر تو اولویت خواهند بود. دکتر ستش، بیشتر از 1000 نفر از مخاطبامون خواستن این سوال ازتون بپرسیم. بالاخره کی واکسن به ایران میرسه؟ ایران هم مثل اون 180 و چند کشور دیگه به عضویت کوواکس در اومده و این انتظار میره که مثل بقیه بتونه واکسن ها رو دریافت کنه. من این نکته رو اینجا روشن بکنم که به این شکل نیست که ما حالا میگیم که 20% جامعه واکسن رو دریافت میکنن، به این شکل هست که یهو 20% هر کشور همزمان دریافت کنن. ما تولید محدود خواهیم داشت. ما در سال 2021 اصلا پیش بینی نمیکنیم که بیشتر از 2 میلیارد دوزی که پیش بینی اولیه‌مون بوده برای کل دنیا بتونیم تولید داشته باشیم. و وقتی اون 2 میلیارد دوز رو فرض کنیم که تولید میشه، مقدار زیادیش در ماه‌های پایانی سال هست. در ماه‌های اولیه ما امیدواریم که چند صد میلیون دوز رو داشته باشیم از تولید کننده های چندگانه که الان مراحل آخریه تاییدشون رو میگذرونن و اونها به تدریج در فقط ممکنه که مثلا 1% جامعه که پرسنل پزشکی و کسایی هستن که با بیماران کوویدی سر و کار دارن توزیع بشه و اون توزیع ما قصدمون هست که در تمام جهان همزمان و برای همه کشورها باشه. اگه به هر دلیلی ایران نتونه اون تضمین مالی لازم رو ارائه بده، سازوکار کوواکس میتونه کاری براش بکنه؟ ما امیدواریم که ایران هم بتونه تضمین های لازم رو انجام بده و دلیلی نمیبینیم که واقعا این اتفاق نیفته. کوواکس هدفش این است که همه بتونن واکسن رو همزمان و به مقدار لازم دریافت بکنن و مطمئنن اگر مشکلاتی هم پیش بیاد به هر حال دنبال راه حلایی که بشه مشکل رو حلش کرد و برطرفش کرد خواهد گشت. به این شکل نیست که کوواکس بتونه تامین مالی بکنه برای ایران، چون ما برای یک سری از کشورهای کوواکس که 92 کشوری هستن که از نظر سطح درآمدی پایین‌تر هستن، واکسن رو در فاز اول تمامش رو ما براشون تامین و خرید می‌کنیم، ولی برای کشورهایی که سطح درآمدیشون بالاتر از شامل ایران میشه، شامل ژاپن میشه، شامل اتحادیه اروپا میشه، یعنی همه کشورهایی که از نظر مالی در سطح بالاتری هستن، خودشون باید پرداختشون انجام بدن و واکسنشون رو تامین بکنن. خیلی ممنون دکتر ستایش، بقیه سوال‌ها رو در ادامه برنامه ازتون می‌پرسم. من 20 سال آشپزی میکنم و هفته یکی دو بار زرشک‌پلو با مرغ درست میکنم. اما تا قبل از تهیه این گزارشی که الان میبینید نمیدونستم که با رعایت نکردن یه نکته بهداشتی ساده میتونستم تمام این مدت جون خودمو به خطر بندازم. نه من، هیچ کدوم از اطرافیانمون این نکته رو نمیدونستیم. شما این گزارش رو نگاه کنید و ببینید شما میدونستید.
اگه مثل من اهل کباب پختن هستین، حتما قبل از مهیا کردن بساط عیش و نوش اولین کاری که میکنید شستن گوشت و مرغ. اشتباهی که گاهن میتونه مرگبار باشه. خودتون آماده کنید تا با دیدن این گزارش بعضی از نکات بهداشتی که همیشه فکر میکردید درسته رو دور بریزید. کیه که ندونه مواد غذایی رو قبل از پختن باید شست تا میکروب‌ها و باکتری‌هاش از بین بره؟ شاید باورتون نشه، اما بعضی از مواد غذایی هستن که شستنشون نه تنها میکروب‌ها رو از بین نمیبره، بلکه این میکروب‌ها رو بیشتر پخش میکنه و احتمال ابتلا به مسمومیت‌های غذایی رو ما چندین برابر بیشتر میکنه. باکتری‌های موجود در مرغ با قطره‌های آب به لباس، وسایل آشپزخانه و دست افراد منتقل میشن. این قطره‌ها ممکنه تا نیم متر در جهت‌های مختلف پرت بشن. این نوع باکتری ها که در اصطلاح پزشکی به اون کمپیلوباکتر میگیم، از عوامل اصلی ابتلا به مسمومیت غذایی هستند. فقط چند سلول از کمپیلوباکتر کافیه تا ما دچار مسمومیت غذایی بشیم. عوارض مسمومیت غذایی ناشی از این میکروب که در مرغ و سایر طیور دیده میشه، تب و لرز، دل درد، گرفتگی عضلات شکم و احساس کسالت و ناتوانی عمومیه. گاهی این باکتری در کار روده نارسایی های ایجاد میکنه و حتی ممکنه موجب مرگ افراد هم بشه. کودکان زیر 5 سال و افراد سال خورده بیشتر از همه در مقابل این باکتری آسیب پذیرند. کمپیلوباکتر دومین علت مسمومیت غذایی توی ایرانه و سالانه صدها هزار نفر رو گرفتار میکنه. اینجا توی بریتانیا این باکتری سالانه منجر به مرگ 100 نفر میشه و گمان میره 65% مرغایی که اینجا فروخته میشن حامل این باکتری باشن. حالا چه کار کنیم که به این مسمومیت دچار نشیم؟ اولا باید روی مرغ خام رو با نایلون های مخصوص غذا یا سیلیکون بپوشونیم و در پایین ترین قسمت یخچال بذاریم. دوما هرگز مرغ خام رو نشورید. پختن مرغ تمام باکتری های داخل مرغ از جمله کمپیلوباکتر رو میکشه، در حالی که شستن مرغ میتونه این باکتری رو با پرت کردن قطره های آب به اطراف پخش کنه. تمام ظرف ها، کارد، چنگال و تخته های برشی که روش مرغ خام رو خورد کردید رو با دقت بشورید. حواستون باشه کاردی که برای غذای خام استفاده میکنید رو تحت هیچ شرایطی به غذای پخته نزنید. بعد از دست زدن به مرغ هم حتما دستتون رو با صابون آب گرم بشورید. در آخر هم حواستون باشه که مرغ رو مغز پخت کنید، طوری که اگه زخیم ترین قسمتش رو ببرید و چک کنید داغ باشه، ازش بخار بیاد بیرون و هیچ گوشت صورتی توش نباشه. اگر هم آب ازش میاد بیرون حتما شفاف باشه. اگر مرغ یا پرنده های دیگه ایو میخرین، حتما بهتره که دل و روده و امعا و احشاش رو قبلا درآورده باشن. اینطوری احتمال پراکنده شدن باکتری کمتر میشه. اگر روی مرغ خون دیدین، حتما قبل از اینکه بپزین با دستمال خشک پاکش کنید. برای خرد کردن مواد غذایی از 4 تخته مختلف استفاده کنید. یکی برای مرغ، یکی برای گوشت، یکی برای ماهی و اون یکی برای سبزیجات. میتونید برای اینکه قاطی نشه از رنگ‌های مختلف استفاده کنید یا اینکه کنار هر کدومشون یه برچسب کوچیک بزنید. یادتون باشه بعد از استفاده از این تخته‌ها حتماً بلافاصله بشورید و ضدعفونیشون کنید. برخلاف مرغ، ماهی حتماً باید قبل از پختن شسته بشه. اگر در قوطی کنسرو رو باز کردید ولی همه محتوا رو نخوردید، آنچه که مونده رو توی یک ظرف غیر فلزی بریزید، در یخچال بذارید و حداکثر تا 2 روز آینده محتویاتش رو مصرف کنید. تخم مرغ‌های خام رو حتما توی یخچال نگهداری کنید. مواد غذایی خشک مثل آرد و برنج رو بعد هر از گاهی بچرخونید تا جلوی حشره گذاشتنشون رو بگیرید. از نایلون های مخصوص غذا یا سیلیکون ها نباید روی گاز، ماکروفر یا فر استفاده کنید، بخاطر اینکه ممکنه روی غذا ذوب بشه. همینطور برای پختن غذاهای خیلی اسیدی مثل گوجه، کلم و ریواس نباید از فویل استفاده کنید، بخاطر اینکه مزه غذا رو کاملا عوض میکنه. این درسته که اگه آدم را قورت بدیم سالها در دستگاه گوارش ما باقی میمونه؟
یادتونه وقتی بچه بودیم پدر و مادرها بهمون میگفتن که اگه آدامساتون رو قورت بدین تو شکمتون درخت آدامسدر میاد؟ واقعا برای گول زدنمون چقدر خلاقیت به خرج میدادن. اما واقعیت علمی اینه که بیشتر آدامسایی که ما قورت میدیم با مدفوع از بدنمون خارج میشن. اما اگر تعداد آدامسایی که میبلعیم زیاد باشن، ممکنه تو روده بزرگمون گیر کنن و مشکل ساز بشن. انسان ها از 6000 سال قبل سمق بعضی از درخت ها رو به عنوان آدامس می جویدن. ولی آدامس به این فرمی که ما امروزه می شناسیم از دو ماده اصلی تشکیل شده. شاید باورتون نشه. یه مادهش همون ماده ایه که برای ساخت لاستیک دوچرخه یا پاکون استفاده میشه و یکی دیگهش ماده مصنوعی لاستیک ماننده. یک کمی مواد طعم دهنده یا نرم کننده بهش اضافه میکنن. آدامس به خاطر همین مواد تشکیل دهنده نمیتونه با جویدن به قطعات کوچکتری تبدیل بشه. همینطور اسید و مواد شیمیایی معده هم نمیتونن اونو تجزیه کنند. برای همین روده کوچیک آدامس رو به سمت روده بزرگ میفرسته تا از بدن خارج بشه. چندین سال قبل مجله معتبر علمی لنست یه مقاله‌ای رو چاپ کرده بود و توش نوشته بود 3 تا کودکی که مدام آدامس رو میبلعیدن و قورت میدادن دچار انسداد روده شدن. در هر 3 مورد با جراحی آدامس‌ها رو از روده کودکان درآورده بودن. اما اگر هر از گاهی اشتباهی آدامستون رو قورت دادین، اصلا جای نگرانی نیست. نه قراره تو شکمتون درخت آدامس در بیاد، نه قراره آدامستون تو روده 40 سال بمونه. مدتیه که بخش نفس عمیق برنامه اختصاص داره به مبحث تحمل و تاب‌آوری. در این قسمت لیگی وب، نویسنده کتاب تاب‌آوری، تکنیکایی رو بهمون یاد میده که چطور مشکلات پیش رومون رو تبدیل به فرصت کنیم. مسیر زندگی میتونه پر از مشکلات باشه و این شما این که انتخاب میکنید مشکلات رو مانع سر راهتون ببینین یا امکانی برای پیشرفت. در این قسمت بهتون نشون میدم که چطوری به بعضی از مشکلات مثبت نگاه کنین و از اونا فرصتی برای یادگیری بسازین. مشکلات برای ذهن مثل ورزش برای عضلاتن. مشکلات میتونن ما رو قوی تر کنن. ولی اغلب ما مشکلات رو به عنوان موانع بزرگی سر راهمون میبینیم که باور نداریم میتونیم ازشون عبور کنیم. اما هر مشکلی در زندگی میتونه فرصت‌هایی برای یادگیری، رشد و قوی‌تر شدن به وجود بیاره. روشی که ذهن هر کدوم از ما در مواجهه با مشکلات به کار می‌بره، با آدم دیگه متفاوته. مثلا افرادی که منطقی‌اند در صورت بروز مشکل به تجربه‌های مشابه گذشته فکر می‌کنند و سعی می‌کنند از اونا درس بگیرند. بعضیا ممکنه نگاهشون بیشتر به آینده باشه و در صورت بروز مشکل به پیامدهای اون مشکل فکر کنند. گروه دیگه که در لحظه زندگی می‌کنند ممکنه فقط به این فکر کنند که مشکل چه پیامدهای آنی براشون ایجاد می‌کنه. اما در هر سه طرز فکر یه تله هایی وجود داره که باید مواظب باشین توش نیفتین. اگه شما موقع بروز مشکل بیشتر به تجربیات مشابه گذشته فکر میکنین، ذهن ناخودآگاهتون باور میکنه که الان هم همون اتفاقات گذشته داره تکرار میشه و این شما رو ناراحت میکنه. یا اگه شما همیشه نگاهتون به آینده است، اگه مراقب نباشین، ممکنه گوی بلورین خیالیتون رو بیارید بیرون و یک مشکل کوچیک رو به شکل یک مصیبت فاجعه بار ببینید. این شما رو به شدت مضطرب میکنه و نگران چیزایی میشین که هنوز حتی اتفاق هم نیفتاده و ممکنه هیچ وقت هم اتفاق نیفته. گاهی وقتا هم اگه بیش از اندازه روی زمان حال متمرکز بشیم، ممکنه بعضی از درس‌های گذشته رو نادیده بگیریم یا به پیامدهای مشکل یا راه حل‌های احتمالی به اندازه کافی فکر نکنیم. تمام طرز فکرهایی که راجع بهشون حرف زدم رو در حد تعادل کنار هم داشته باشیم. هم نگاه به گذشته، هم به حال و هم به آینده. اما بهترین شیوه حل مشکلات چیه؟ یک راهنمای 5 قدمی بهتون پیشنهاد میدم. اول از همه باید دقیقاً مشخص کنین مشکل چیه، تجزیهش کنید و فقط روی اون تمرکز کنید. دوم اینکه با دید باز و نگاه مثبت به اون مشکل نگاه کنین. به تمام گزینه‌های پیش رو برای حل مشکل توجه کنین. بعد ببینین مشکل چه ضرری میتونه براتون داشته باشه
و فکر کنین این ضررها رو به چه فرصتی میتونین تبدیل کنین. گام بعدی اینه که با یک فرد دانا صحبت کنین. این کار خیلی مفیده چون ممکنه اون از یک نگاه کاملا متفاوت به قضیه نگاه کنه. در نهایت یک برنامه اجرایی برای برخورد با مشکل بنویسین. آمادگی برای مقابله با مشکل بهتون اعتماد به نفس بیشتری میده. مثلا فرض کنین مدیرتون یک کار جدید به مسئولیت‌های روزانه شما اضافه کرده. شما بلافاصله اینو یه مشکل بزرگ می‌بینین. چون همین الان هم سرتون خیلی شلوغه. اول از همه مشخص کنین دقیقاً چه چیزی داره شما رو اذیت می‌کنه. اینو روی کاغذ بنویسین. حالا با ذهن باز و نگاه مثبت به این مسئله فکر کنین. ببینین جنبه‌های منفی این مسئولیت اضافه چیه؟ و تبدیلش کنید به فرصت. مثلا اگه مشکل اصلی شما حجم زیاد کاره، فکر کنید که شاید این مسئولیت اضافه یه مهارت جدید به شما اضافه کنه. اگه مشکل اصلی شما اینه که میترسین چون اعتماد به نفس و مهارت لازم برای انجام این مسئولیت جدید رو ندارید، فکر کنید که اگه این مسئولیت رو درست انجام بدین و دستاورد خوبی داشته باشین، چقدر اعتماد به نفستون بالا میره. بعد برین سراغ یه همکار که قبلا تجربه مشابه شما رو داشته. اون میتونه به شما اطلاعاتی بده که در شرایط جدید کمکتون کنه. در نهایت بنویسین که چطور میخواین با این مسئله برخورد کنین. داشتن یک برنامه اجرایی به شما کمک میکنه که مشکلات احتمالی پیش روتون رو ببینین و اونها رو به قسمت‌های کوچیک‌تر قابل هضم تجزیه کنین. این به شما احساس آرامش بیشتری میده. بنابراین موقع حل مشکل خیلی مهمه که رویکردهای متفاوتی رو بررسی کنین. چون که به قول آبراهام مزلو، اگه تنها ابزار شما یک چکش باشه، هر مشکلی رو یک میخ میبینید. برمیگردیم به دکتر حمید رضا ستایش که بقیه سوالهای شما در مورد واکسن‌ها ازشون بپرسید. دکتر ستایش، واکسن‌های پیشتاز با چه قیمتی در سازوکار کوواکس عرضه میشن؟ اکثر این شرکت‌ها شرکت‌های بخش خصوصی هستن. اونها دوست دارن به بالاترین قیمت بفروشن، ما و کشورها دوست دارن به کمترین قیمت خرید بکنن و این بحث این مقدار هم عرضه و تقاضا هست. برای کشورهایی که توی مکانیزم کوواکس قرار میگیرن، ما برای بودجه بندی هر دوز رو حدود 7 دلار پیش بینی میکنیم که تموم بشه. قیمت واکسن ها بر اساس اینکه چه تکنولوژی استفاده کردن و کجا تولید شده فرق میکنه. ما یه سری واکسن ها رو الان داریم که قراردادهای حدود 3 دلار داریم فکر بهشون میکنیم، یه سری واکسن ها رو داریم تا 100 دلار قیمتشون پیش بینی شده و برابر شده. نهایتا اینا داخل یک سبد قرار میگیرن و این سبد عرضه میشه و کشورها میتونن از اون سبد انتخاب بکنن و واکسنشون رو خرید بکنن. مثلا 7 دلار برای یه دوز واکسن، آیا واکسن با همین قیمت ثابت به ایران و افغانستان عرضه میشه؟ یک سری از تولید کننده ها وقتی که قراردادهاشون رو با مکانیزم کوواکس امضا کردن، توافق کردن که قراردادها رو در چند رده درآمدی کشور عرضه بکنن. ما این رو برای بقیه واکسن‌ها هم داریم. توی مکانیزم کوواکس هم برای بعضی از تولید کننده‌ها این راهکار در نظر گرفته شده که بتونن در قیمت‌های چندگانه دسته‌بندی شده عرضه بکنن برای بازارهای مختلف. آیا کوواکس فکری کرده برای جلوگیری از به وجود آمدن بازار سیاه یا استفاده رانتی از واکسن؟ بازار سیاه ممکن اتفاق بیفته، ما امیدواریم که محدود باشه و کم باشه و اتفاق نیفته، ولی تضمینی ما نمیتونیم در موردش بدیم. کشور تا جایی که بتونه باید مدیریت کشور و حکومت داری کشور این کار رو انجام بده. فلسفه اصلی اولویت بندی این است که اونی که بیش از همه نیاز داره و بیش از همه در مرز خطر هست اول بگیره و اون به همه کمک میکنه. به خاطر اینکه اگر پرسنل بهداشت درمانی اونها واکسن رو دریافت نکنن، کل جامعه رو ما داریم در مرز خطر قرار میدیم و این اولویت بندی بر اساس اون هست. وقتی میبینیم مرگ و میر توی افراد بالای 65 سال بیشتر هست، یه فردی که 30 سالش هست مشکل زمینه ای نداره، اگه واکسن رو بگیره در واقع جون یک فرد دیگر رو در مرز خطر قرار داده و ما خواهشمون این هست که وقتی واکسن به دست کشورها رسید، خود مردم این احساس مسئولیت رو بکنن. اگر جزء گروهایی نیستن که به عنوان اولویت طبقه بندی شدن، خودشون اصلا نخوان که واکسن رو دریافت کنن و بازار سیاه رو به وجود نیارن.
بازار سیاه رو من و شما به وجود میاریم. درسته، ولی اتحادیه جهانی واکسیناسیون هیچ راهی برای رهگیری واکسن مثلا تا نقطه نهایی نداره که نظارت کنه ببینه واکسن به دست کی میرسه؟ توی بسته‌بندی روی هر کدوم از شیشه‌های واکسن شاید بشه که یه بارکدی رو قرار داد که بشه این رو تا نقطه آخر توزیع تعقیب کرد و ببینیم که اون واکسن کجا میره. ما الان این رو روی پکیج اولیه واکسن داریم، هنوز روی هر شیشه واکسن نداریم، ولی امید داریم که شاید بتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی ممنون دکتر ستایش. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. اگر میخواید سوژه خاصی رو به ما پیشنهاد بدید که تو این برنامه پوششش بدیم، به 37@bbc.co.uk ایمیل بزنید. آرشیو همه برنامه‌های قبلی ما در وبسایت BBC فارسی در قسمت تلویزیون هست. لطفاً در این دوران خودتون و خانوادتون رو به خطر نندازید.